فراخوان‌های گسترده‌ای برای تجمعات سراسری در داخل و خارج ایران در سومین سالگرد آبان خونین 98 منتشر شده. از خواسته‌های معترضان از شما بپرسیم و اینکه تا کجا این تجمعات میتونه ادامه پیدا کنه؟ ببینید، در سه روز گذشته، یعنی سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، در سالگرد کشتگان آبان 98 و اون فاجعه قتل عام مردم، انقلاب زن زندگی آزادی چند گام بزرگ رو به جلو برداشت. اعتصابات سراسری و بیش از 260-70 شهر کشور، کوچک و بزرگ تا به روستاها و غیرو، اقشار گوناگون مردم، میان سال، جوان، غیرو، همگی به هم پیوستند و مقابله با حکومت رو در دستور قرار دادند. من فکر میکنم اینی که جوانان محلات 20 شهر مهم کشور، 17 تا مرکز استان توشه و تهران، به هم پیوستند و اینها اعلام کردن از فردا مجدداً هفته اعتراض و اعتصابه و یک گام مهمی رو برداشتن. سه خواسته رو هم در بیانیهشون گذاشتند. یک، اینکه بی قید و شرط هر کی رو دستگیر کردن اخراج کردن دانشگاه غیرو بعد آزاد بشه و برگرده. دو، اینکه وحوش، درست لغتی که به کار بردن، وحوش سپاهی و بسیجی از خیابونها باید جمع بشن و از آزار مردم دست بردن. و سومی که به نظر من بسیار مهمه، گفتن تا تفویض قدرت، تحویل قدرت به مردم و خلع این حکومت از قدرت، به مبارزه خودشون ادامه خواهند داد. من فکر میکنم این مرحله جدید با گستردگی بیشتر، با پیوستن اعتصابات به اعتراضات و تداومی که پشت هم داره و وسعتی که داره، میشه گفت که با طرح این خواسته ها در واقع روشن کرده چی میخواد، کجا میخواد بره و روی اون دو شعار محوری زن زندگی آزادی و جمهوری اسلامی نمیخوایم، روی این مسیر به نظرم با قدرت مضاعفی از فردا حرکت خواهد کرد.